رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صلى الله على محمد وآل محمد. از پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نقل شدم تر کیا لی کربلا ذوالفقارم خان فرمودن کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بہترین و پرفضل ترین اعمال امتی از ما، بہترین کارهای امتی از ما، یک از کارهای بہترین شی یہ کہ انتظار دا انتظار فرج باشن. ولی چی معنی می در بلده شما بیان منو پیش از اینکه بای خود پیش ببورم این روز البته 15 شعبان صبح است، امروز 14 شعبان است که امشاو شاوی برات گفتاموشنا و اهل سنت هم امشاو را جشن میگرن، اونا دا دیگه مقصد میگرن. مو دا 15 شعبان دو مقصد داره بلده جشن خی میگری، یک مشترک است بین از ما و بین اهل سنت که اونا هم ایر جشن میگرن، شب برات مگن، خاطر ازی که ای شاو مثل شاوای مبارک لیلت القدر مثل زو است. شاوای قدر عبادت ها انسان زود قبول مشنا، آسان قبول مشنا و فضیلت چی بسیار زیاده و شب بیداری است دو شاوا، نماز در از خود و اعمال داره. ای شب برات هم اونمو رنگ است. آدمایی که گناهکار است، آدمایی که مشکلات زندگی داره، بلده شب برات مثل شب قدر اعمال ذکر شده و میتنن شب را شب بیداری بگرن و دا دعا و قرآن خواندو و دا نماز تیر کنه. ای مشترک بین شیعه و سنی است که شب برات را دی نیت خلاصه گرامی خیال مونن. مو اهل تشیع علاوه از او که شب برات هست، شب ولادت امام زمان مو هم هست. پس مو دو چیز را دو مناسبت داریم. شب برات الگ مسئله یا ولادت امام زمان الگ مسئله یا که یار دو یک جای شده. خب برحال امشب شب برات هست، کس که توفیق پیدا کرد میتونه دا دعا و مناجات و قرآن خواندو و دا نماز شب را تا صبح را بیدار باشه. ای خلاصه مناسبت بلده تمام شما انشاءالله مبارک باشه و انشاءالله که مو از این فیوزات از این شاو و از این روز روز 15 شعبان بهرمند باشی و فایده بال کنی. یک مسئله ما دو سه مسئله ریزه وقت شما زیاد نمیگرم بلده شما بیان منم. اول نه مسئله که ما اینجا بلده شما روشن کنم یه که دوباره امام زمان علیه السلام که مثلا در کجا غیبت شد و در کجا ظهور مونه، مو تا مو خبر داره و عقیده خورم مو خبر داره که عقیده از مو چی است. اهل مو شیا عقیده مو از مو ایه که امام زمان از مو در دوران طفولیت خود در زمانه که 5 سال بود عمر شی در سامر را بعد از اینکه والد محترم شی امام حسن عسکری علیه السلام در شهادت میرسه دا پرده غیبت موره، غیبت صغرا، یعنی از پیش چیمی دشمنا مخفی مشنا تاکه دشمنا دا زور سایی نداشته باشه و مثل پدر بزرگوار شیورا شهید نتنه. خلاصه از پیش دشمنا مخفی مشنا، از پیش چیمی از مخفی مشنا، لیکن اونایی که اصحاب خاص امام است که امام دمزو دوران هم رابطه داشته و رفت آمد داشته بود. خب این عقیده مو از لحاظ غیبت چی؟ در کجا ظهور مونه؟ عقیده از مویلشیه نیه و وقت ظهور امام که مشنه در کعبه مورن، در مسجد الحرام، در مکه مکرمه و خصوصا در پیش
خانه خدا کی کعبه نامشسته د اونجی وقت کی تکیه داده ده حجر الاسود اعلان منه کی ما امام زمانم ما فلانیم تعرف کو کراو منه ومگه کی خلاصه وقت ظهور شده. پس مو عقیده مو یکی ده سامیر را غیبت شروع مشنه و دا ای غیبت دا کجا خلاص مشنه دا خانه کعبه دا مکه مکرمه خلاص مشنه. لیکن بعضی از اهل سنت و ای گبرم که مگم اول اهل سنت زده و دا قاطعه از مو شیعه لیکه گده چی مگن اهل سنت بعضیش؟ یک شخص بوده دا نام سمعانی ششاف صد سال پیش سمعانی سنی بوده از علماء اهل سنت گفته که شیعه عقیده داره که امام دوازدهم از نه دمنه د سامیر را دمزو سرداب اونا که رفتن مشرف شدن د سامیر را حرم امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام یک جای است اردوشی مقبرهش یک جایه بس پالو ازو یک دنه سرداب است که دو سرداب امام از مو او خانه از نو بده دو زندگی مقدم بده امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام و امام زمانم دزو سرداب تولد چی امونجی دزو سرداب شده بوده چون خانه اش مو بوده. ای سمعانی چی گفته؟ گفته ای اهل تشیع عقیده داره که امام زمان از ناد سرداب کی رفته و نمونجی گم شده و ظهورم که منو نمز سرداب برموش نبرو مایا علی گبر یک عالم دین خدان چی گفته و ای گبر علی علماء بعد از او کمدن ای گبره دزمو دزور چسبنده الان که عقیده از مو ایج نیه احادیث از مورم که بال کده بیخانی کتاب از مورم که بال کده بیخانی علماء از مو گفته که غیبت د سامیر را شده دمزو سرداب اینا زندگیش بوده دیگه د سامیر را غیبت شده مطلب شینه که دمنه سرداب رفته گم شده ٹھیک ہے خانه شمونجی بوده لیکن مطلب از اینه که د سرداب رفته د سرداب هی گم شده نه صحیح خانه شمونجی ده د سامیر را بوده د منی سرداب زندگی مقدم و د بعد از شهادت و بعد از نماز خواندن بلیز کی بعد از اینکه پدر کفن و دفن و تمام مراسمش ختم مونه امام زمان علیه السلام از چمی دشمنا پورت مشنه و غایب مشنه مطلب شینه که د سامنے خلاصه د منی سرداب مور و گم مشنه مو ی عقیده را نداره و بسیار واضح واضح من حدیث مستمن کتابای مو لیکه که وقت امام ظهور منه هم د کعبه ظهور منه از منی سرداب بر نمشنه بس امام زمان از مو مطابق عقیده از مو درو بلی زمین زندگی منه منی مردم زندگی منه این یک منی سرداب و نمون جالم پوچا کس نمینگر نورا جای زندگی امام زمان علیه السلام منی سرداب نیه منی سرداب که مشهور د سامیر را دا اونج زندگی نمونه مثل عام مردم ها دا بلی روی زمین زندگی من از خود خو اصحاب داره یا را داره و خلاصه تاکی زمانه ظهور نشده خود خور تعرف خور کراو نمونه ای اگه قیده باطل که اهل سنت دزمو علمایش نسبت داده و خود اونچه هم بلیزی دارو زور زداره ایک شموین تر مگین هران که موی تر من ایج کتاب موام ایگه برا پیدا نمیتن این گفتم که اگر دا زینی بعض یا ای غلط فهمی است که امام د سرداب غائب شده و سرداب هی برمشنه این غلط عقیده است که سنیا بلی از مو درو تحمیل مونه د زور د مو درو میچسپندنه یک صلوات بر محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد ای باز گبا شاید دمنیز ویدیو ای کنجی نشان دادم مشنه بلده کویز پروگرام شاید منیز از او هم ریپیت شونه یک مطلبی دیگه زواله سرداب ای است که او سرداب چرا بلده اهل تشیع تقدس داره چرا محترمه ٹھیک ہے محترم مونی دیگه اونای کربلا رفتن سامیر رفتن دو سرداب مورن و از خود کا اعمال در نماز می خانن پلاسا محترمه مقدس جای مقدس مکان ای جواب شی واضح معلومه چون کہ سه امام از مو دو خانه زندگی کده دیکھ خانه کی سه امام معصوم زندگی کنه حتما بلده از مو کی معتقدین شسته بلده از مقدس تقدس داره احترام داره ٹھیک ہے نمونه شم مو گردگوشه خمین گرنی مثلا مثال دیم بلده شم از مقام ابراهیم ده خانه کعبه اونای که حج رفتن ده منه خانه کعبه منه مسجد الحرام خانه کعبه نه منه مسجد الحرام یک خانه کعبه است سنتر ده پالوی شک دنه گمبد نما جای است کیر مو مگه
شاید 12 متر دورتر از خانه کعبه اور مگه مقام ابراهیم دو مقام چیشتا ہے دو انجا گین قص ٹکڑے سنگ اشتا ہے کہ بلش جائے پائے نشان پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام استا فقط نبی نشان پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلز سنگ استا یہ سنگا دا بلش گنبد نہ بود پٹ نہ بود چگا پروٹیکشن نہ داشت مردوم مراد زیارت مکات دیگو زیارت کدا کدا بیخی مو سنگ شی آو شدہ ہم جائے پائے ہم غو چودم سای شکٹش دالے بہرحال ایک سنگ استا کہ مردوم مورن اور زیارت منن ال دس مردوم دا سنگ شاید نہ میرسا خبر نہیں ہونا کہ رفتن دس مردوم دا سنگ شی میرسا کربلائی نہ میرسا چونکہ گرشی زیرے تھا بیک چیز زدن کہ مردوم مور خود زیرے رہ سنگرم نہ زیرے رہ مورن جی خلاصہ زیارت منن یک سنگ کی منسوب مشنہ دا پیغمبر کی پیغمبرن فقط نشانی پائش بلیز وستا ای قسم مقدسہ دا منی خانه خدا اشتا شده مردم وار زیارت منا خب چرا مقدسہ چونکہ منسوب دا ایک امام یک پیغمبر خدا ہے دیکھ پیغمبر خدا منسوب شده ازی خاطر مقدس و هر کس او را احترام شمونه خانه امام معصوم هم امیر رنگه منیزو سالها زندگی کده ازی خاطر او خانه بلدش تقدس داره دیگه مثال دیم بلده شما صفا و مروه دو کوه دیگه منی مکه مکرمه دو کوه است که ازی کوه دو کوه آجی باید که دبل کنه البته تیز دبل نمونه استه استه او رو مگه هر بلا نہ رام اور نہ ڈبل منہ دا غول ازی یک حالت است کہ اورنگ باید بین صفا و مروہ ہا ہفتہ ف باید بوری بھائی اور مگا صف سائی بین صفا و مروہ ای دو کو چی ہے چی حق خاصیت در چر مردوم مورنج ڈبل ڈبل منہ قصے ازیر خبر درن فقط من بلدیز جوان ترائی کی خبر ندرہ مو بو کہ مادر حضرت اسماعیل حضرت حاجر وقت کی حضرت ابراہیم نار مو بر دون جی ادمی ده مکہ اونج خو وقت هیچ کس نبود خانه نہ بود آبادی نہ بود چی نہ بود انار مو بر دو جنگل دو کو دو صحرا الامی ده خلاصا نہ نان نہ آو نہ چی حضرت اسماعیل علیہ السلام وقت کی تشنا مشنا حضرت حاجر اس پس آو می گشتہ ازی کو دو کو مورا مایا ہاف دفعہ کی آو پیدا کنا بلدی فرزند کو بلدی حضرت اسماعیل کیتی فل بودا او پیدا نه میتنا که اخیرا مایا وقت کی میگرنا حضرت اسماعیل استای پاش درو او بور شده رہیه خب بہرحال انال اونمو رفتو ام دوی حضرت هاجر علیہ السلام کی مادر پیغمبر بودا زن پیغمبر بودا کوئی چی پیغمبر نہ بودا معصومم نہ بودا امو رفتو ام دویش بین کوئی صفا و مروه یک از ارکان یک از واجبات حج جور شده که باید حاجی بورا حتما کارا کنا اگر نہ حج نامکمل عیسی بن صفا و مروه باید کنا خب یک آدمی که غیر معصوم بود این کار را کده او آل شده یک نمونه بلده تمام مسلمانای عالم که باید این کار را کنه چطور مو یک خانه که منش پیغمبر اولاد پیغمبر زندگی مونه معصوم است امام است چطور بلده از مو مقدس نباشه این دلائل را بلده از اونایی که بلده بچایی که تازه جوان شده و از یه گبه اطلاعات نداره گفتم که معلوم شده که مو شرک نمونی ده هر چیز تپه شرک بلده از مو بلگه اگر شرک از او نمونه شرک از غول خانه کا از غون مسجد الحرام باید بال چونه مقام ابراهیم باید کندش نه پرتاو شونه نعوذ بالله دیگه خب یک صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد ای دو نمونه بل دیزی که مکان ممکن است مقدس چونه تقدس پیدا کنه احترام پیدا کنه از خاطر مکین شی او نفر کی کچی منصوب است از خاطر ازو چونکه او مقدس ها او مکان هم او جای هم مقدس مشنا و سرداب بلده از مو اگر مقدس ها صرف و صرف نمزی خاطر است و ایج حیثیت دیگه نداره که مو خلاصا ایگو تپیه دیگه از مو بلگه که شما ازی خاطر مونی نه صرف اینمی که چونکه خانه امام معصوم بوده ازی خاطر مو جای را احترام شمونی و بلده از مو مقدس است علی بایم طرف یمزو حدیثی که بلدیشم گفتم افضل اعمال امتی انتظار الفرج بهترین و با فضیلت ترین از اعمال امتی از ما پیغمبر مگا که یست که بلدی فرج منتظر باشن فرج یعنی آسانی آسایش خلاصا گشایش ایر مگا فرج معنی فرج یعنی گشایش آسانی
مشکلات د مقابل شیا آسانیا فرج یعنی آسانیا از موږ از بهترین اعمال موینج پینټینګ شته کم زره جوښور کم باشه ورته جوښور موږ بخي زیاده خبر نه ما خواص چې دا مشکل درو میشنم شما میشنم کیره میشنم یک صلوات بلند سر بخوانید الله افضل اعمال امتی انتظار الفرج خوبی فرج رگمانی کدوم بلدش معنی هر چیزی که در مقابل سختی باشه و مگه فرج آسایش گشایش آسانی بهتری خوبی چی معنی میده که بگه بهترین از بهترین اعمال امت از مایه که باید منتظر باشیم که یک روز آسایش حاصل مشنه یک روز خلاصه گشایش حاصل مشنه دورنگ معنی میده نکنی یک مشکلات خود زندگی هر انسان است هر کس فرق نمونه هر کس که انسان باشه در زندگیش مشکلات مایه و هر کس در زندگیش مشکلات مایه کوشش منه که مشکلات را دور کنه ختم کنه و دزی امید زندگی منه که یک روز باید که مشکلات دیگه منه زندگی از ما نباشه یعنی هر کس طبیعتا وقت که مشکلات بلش مایه فطرتاً طبیعتاً از درون خو منتظر یک روزی هسته که مشکلات دیگه من زندگیشی نباشه پس پیغمبر صرف بلده امت اسلام گفتاره لیکن هر انسان امی رنگه هسته وقتی مشکلات باید چیم دراه آسایش ممنه که کهی مشکلات ختم شنه زندگی از ما در آرام و آسایش تیر شنه یک چیزی طبیعی است لیکن مو اهل اسلام ای خلاصه بشارت داده شده و ای خلاصه یک نکته مثبت را بلدیز مو بیان شده که ما میتنی از این انتظار دنوان یک عبادت اش استفاده کنی افضل اعمال است یعنی همطور که نماز میخوانیم چطور عبادت ده انتظار که دو بلدیزی که گشایش حاصل مشنه بعد از مشکلات آسایش مایه این خود از یک عبادت است چطور عبادت ده ما یک حدیث دیگه از امام علی علیه السلام مسور بلدشم بخانم از او فهمیده مشنه که چطور انتظار فرج من زندگی چطور انتظار فرج میتنه عبادت چونه امام علی علیه السلام امیر المؤمنین امام المتقین گفته که اللهم صل علی محمد انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله امام علیه السلام گفته که منتظر فرج باشین و از رحمت خدا مایوس نشونین منتظر فرج باشین و از رحمت خدا مایوس نشونین خب این مایوسی در زندگی انسان بلده انسان چی میره هر کس که مایوس مشنه اگر مؤمن باشه معتقد در خدا باشه مسلمان باشه آخر شی این مایوسی بلده شی کفر میره استه استه دو روز دو جای مرسه کیه کرتا خدا رم خدا خود نیه دیگه اگر مو بود که یک روز مر کمک مو کد ما سالها درو منی سختیات هیر که داریم خدا دست از مرش نمیگره منتظر فرج باشین و از رحمت خدا دور نشونین از رحمت خدا ناامید نشونین یعنی چی؟ یعنی منی زندگی شم مشکلات اماد چی شم شم چیمای شمو فقط در رحمت پروردگار باشم او رحمت را هیچ وقت اعلان ندین چونکه مشکلات هست یک روزم نیست امروز است صبح نیه ختم مشنه زندگی دا گردش خلاصه دا اینج چرا عبادت شد انتظار فرج چونکه مو اساس عقیده از مو که امید و آرزو در رحمت پروردگار است و نمو را برقرار میله اگر آدم این امید را از دست بیده نا امید چونه گفتم دیگه زباد بگه نماز در درد منم اخره خلاصه روزه در درد منم اخره ایج عبادت دیگه در درد از منم اخره خود خدا هم نعوذ بالله در درد از منم اخره اما بنیاد اعمال از ما را در امید در رحمت پروردگار در جور کده ریه اگر این امید بود آدم در نماز خو مضبوطه در قرآن خواندوی خو مضبوطه در هر عمل خوب خو مضبوط هسته پیش پیش هسته لیکن اگر این امید نبود تمام کارا را اعلام میده ستی ختم مونه
چونکی پایا و اساس تمام کارها اینمی امید اینمی آرزو هست، از خاطر گفته که بهترین عمله. خب خود عام زندگی رنگ شد، دام زندگی که مو مشکلات داره. یک معنی دیگه هم بلدیزی انتظار فرج میتن آدم بگه و او یک از شاخه نمزی که مال گفتم یک از شاخه نمزو مشنه. چطور؟ این رنگ ما حدیث را معنی کنی که بهترین از بهترین اعمال امت اسلامی چیه؟ که بلده ظهور امام زمان علیه السلام منتظر باشند. آلی امام دا غیب دسته، من زندگی از ما گفتم مشکلات زیاده. یک از مشکلات زندگی از ما چیه؟ که امام معصوم از ما، روح جان از ما، لیدر از ما، من از ما نیه. ما نمیگرنی، ظاهرن که در رابطه نیسته. پس من مشکلات زندگی یک مشکل دیگه هم اضافه هست. و مشکل چیه؟ غیبت امام زمان علیه السلام. از این خاطر حدیث ای رنگ معنی میتنی که یکی از بهترین کارها و اعمال امت اسلامی اینیه که بلده امام زمان خو منتظر باشه. یک خاص معنیه. او اولا معنیش یک عام معنی بود که در هر زندگی بود، گفتم مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان نداره، بلده تمام بود. یک خاص معنی است که مخصوص مسلمان ها و او هم اونا که عقیده در امام معصوم داره، بلده زنا شامل زنا مشنه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، درو بار بار تکرار منم معنی منم تاکه حدیث دزین از ما بشنه. بهترین اعمال امت اسلامیه که بلده ظهور امام زمان علیه السلام منتظر باشن. یک صلوات بخوانی شما. خب در انتظار که ما هر کس که منتظر هسته، در انتظار باید چی کار کنه؟ این یک نکته دیگه نه؟ انتظار خو گاهی وقت آدم انتظار بس است، خب در بس استاپ که آدم شده خو فقط چیمش طرف گاڑیه و طرف بس که باید دیگه کار کردی خونجی نیسته. لیکن یک گاهی وقت حالاتی رنگ نه امنه که تو فقط گاڑی تو خو منتظر باش کیو کای مایه. انتظار فرج از او چیزا است که فقط گڑی تو خدو کار حل نمونه. فرض کو اگر امیال امام زمان علیہ السلام ظهور شی نزدیک باشه، بو کی امام ان قریب صبح دیگه هفته ظهور کردنی ہے، آیا اونای کی خود خور مگه ما منتظر امامی، اونای کی مگه ما شیعه امامی آمادگی ر دره کی امام ر ده منی معاشره خو منی خانه خو ده خلاصہ منی ملے خو امام ر بیره و جای بده و قبول کنه؟ یک شعر هم است، ما شعر شیاد ندارم موقع که اگر امیال امام ظهور کرد، آیا خانه شما گوی تر جای پیدا موش نده کنجا که خانه شما که امام را ببرین دمونج بیشندنین و احساس شرم نکنین، یعنی گرد گوشه شو تر چیزا نباشه که امام بگر را بگه تو شیزمانی رنگنی هم. خانه ماحول چی رنگه هی؟ آیا خانه ماحول چی؟ ملا خان ماحول چی؟ امو شهر ماحول چی؟ امو رنگ است که ما امام معصوم را ببری در اونجا جای بیدی و در سر بلندی و در احساس فخر در پاول امام اونجا باشی. ای خلاصه آمادگی می خواه، ای تیاری می خواه، تزکیه می خواه و بلیخ و کارکدو می خواه که یک نکته هم تر اضافه بلده شمو تذکر دادم. خلاصه انتظار فرج مثل انتظار یک بسکدو نیه که تو فقط انتظار بیشنی که کهی بس وای بلش سوار شده بود. نکته نو که می خواهیم بلده شما بگم یعنی اصل نکته اینی است. امام زمان که مایا چیز نو اگو نو چیز کت خود خو مایره و نو چیز چیه که کت خود خو مایره که امروز دیگه انسان ها او چیز را نداره. سوال نیه امام زمان علیه السلام ظهور که منه او چی چیز را کت خود خو مایره که انسان های که عالم و منگرنی در پوری دنیا او چیز را نداره، او پاور را نداره، او خاصیت را نداره، او کوالیتی را نداره که امام زمان او چیز را کت خود خو مایره تاکه بشریت در آرام و آسایش و در مواسودگی زندگی خو بیرسه. او چیز چیه؟ یک سوال، چونکه باید یک خاصیت داشته باشه دیگه نه؟ نموشنه که امام زمانم باید از موری باشه
اما تر کی موده زندگی پساوی اون بایا خلاصه دمزی مشکلات پساو بشه و خود خود زنجی برنتنه خو بس فرق چی شد دیگه مو الریډی پساو استه اون مایا منش مزید پساو بشه پس باید یک کوالیټی یک خصوصیت رکت خود خو بیره کی انسانار بیتنه نجات بدو شی چی بلده شما گمیناد ما وقتی معاشره انسانی رو توقمون از اول تا عالی و تا آینده هم چیم معاشره انسانی بله چیه؟ انتظار چی میکشه؟ که یک روز با یکی زندگیشی باشه و کداسایش باشه منش مشکلات نباشه ایگو کس ایگو از علماء ایر تعبیر مثال زد که یک قافله مثلا یک قافله رئیه قافله بشریت رئیه دبلې کوه بلې میدانیا بلې سنگلاخ جگا خلاصا تھاو ایسون اوسون تزمنیاو تیر مشنا مشکلات است رئیه میتر قافله پیش کجا رئیه طرف منزل شو منزل چی کجایا خبر در منزل ما کجایا منزل ما کجایا همو جای که آرام باشه آسایش باشه ای قافله رئیه طرف آسایش حرکت در حرکت است آل کی دبلے کو حاضر او سفر منا بلے سنگا سفر منا منے باز منے برف تیر مشنا جای گرم تیر مشنا تشنگی گشنگیر درو تیر کدر یا دزی امید درو مورا پیش آران کی درو سختی میکشا تشنگی میکشا پایشی مثلا ممکنه ترقیده باشه زخمی شده باشه لیکن بازم رئیه چرا؟ چونکه پیش روی خیلی هدف داره دو هدف باید بیرسه او هدف امو آسایش شیسته امو آرامش شیسته که از سالها هزارها سال پیش حال تا بالی او امید را داشته بوده آینده هم امی امید را داره اگر نرسید ای قافله روا دوایا کئی قافله مگه ما رسیدم دیگه یک سکه سانس میگره وقتی که بله یک روڑی پخته رسید بله یک دنه فریوی رسید چیکه؟ خلخ بلی کوای بلی سنگای بلی آتیش بلی آو بلی برف را مورا وقتی بلی یک روڑی پخته میرسه دیگه کم ذرا پر سکون مشنه کم ذرا سکون حاصل مشنه که خوب آلی دیگه و مشکلات کم از کم نیه روڑ هموارا اگر موتر دیکھ موتر خو تیز موره اگر هر چیز داره خلاصا بیگو رکاوت را اینال ده پیش روی تیا بلیشی را مفتی و طرف مقصد خو منزید مزید میرسی یک تشبیه بود که بلدهشون بعضی از علماء کده آلی که او نفر بلی روڈ بلی زو فریوی میرسا آیا مقصد چی حاصل شد خلاص شد تازه درو آسایش حاصل مشنه تازه درو مفهمه که آه نه ازی پیش بسیار زیاد سختی بود زندگی نبود نه تازه درو مزی زندگی رو مفهمه که نه ازی بات خوب مشنه از اینجی نکته را میتونی بگیر که ظهور امام زمان علیه السلام اختتام زندگی نیه کمی که امام ظهور کرد فایل بستا کسا خلاص قیامت بس یه قصد زحمت ها ولده چیز به انسان آگه میکشه در اوسال ها نسل در نسل باید که امام زمان وقت که مایه تازه زندگی شروع مشنا تازه انسان مفهمه که زندگی یعنی رنگ بوده از پیش هر چی که مو تیر کده بلیز مو ظلم بوده بلیز مو جبر بوده بلیز مو خلاصه حق از مرد از مو ندادن ظهور امام زمان تازه اون مو تایم است که انسان ده بلی فریوی میرسه باید که فریوی رم پیش بوره باید که زحمت بکشه تا که ده آسایش کامل بیرسه یک مثال بلدیشم زدم خب آل امام زمان علیه السلام وقتی ظهور کنه خب چی چیز کت خود خو میره؟ همون سوال بود دیگه نه؟ چی چیز کت خود خو میره؟ اون سوال زیاد چی مونه را؟ چی چیز کت خود خو میره که انسان ها که آل ایقس مختلف گروه ها اینا تقسیم شده مختلف ملک ها چی طور مشنه که نا گرده امام زمان را میگره و یک جای مشنه متحد مشنه او کوالیتی امام چی استه؟ این مثالی که ما ولده شما زدم گفتم پیش روی خینا چی میخواین؟ آسایش میخواین یعنی در عبارت دیگر عدالت می خواهی قافله بشری که روان دوایا عدالت می خواهی یعنی در عدالت در مقابل و ضد ظلم جور هر جایی که ظلم جور بود یعنی عدالت نیه هر جایی که عدالت بود یعنی ظلم جور نیه خلاص این قافله عدالت می خواهی تا عدالت برپا نشده
عدل نظام شی عادلانه نشده ای ظلم جور خلاص نموشنه پس ای زحمت ها که بله قافله بشری درو شده رئیه ای ختم نموشنه باید عدالت باید تا که انسان در واسعیش خوب بیرسه امو فرج که من حدیث ذکر شیسته افضل اعمال امتی انتظار الفرج او فرج وقت حاصل موشنه که عدالت برپا شونه در دنیا اگر عدالت برپا شد او وقت است که انسان در امزو امید خود امزو آسایش خوب میرسه بر محمد و علی بیت محمد صلوات اللهم صل علی